بسم الله الرحمن الرحیم. به درس جدید ما خوش آمدین. در درس جدید ما تصفیه تدریجی را مورد مطالعه قرار میدیم. در درس قبلی ما عملیات حسابداری را در مورد تصفیه شرکت های تضامنی مورد مطالعه قرار دادیم که زمانی که یک شرکت تضامنی انحلالش یا افلاسش اعلان میشه، همین دوره یا فاصله زمانی یا دوره ای که اعلام انحلال یا افلاس شرکت صورت میگیره و همچنان توزیع وجه نقد یا پول نقد بین شرکا را، همین دوره را به نام دوره تصفیه یاد میکنم. ما در عملیات حسابداری شرکت های تضامنی دو نوع تصفیه را داریم که یک تصفیه را به نام تصفیه تدریجی یاد میکنم و یک تصفیه را به نام تصفیه آنی یاد میکنم که ما در درس قبلی تصفیه آنی را مورد مطالعه قرار دادیم و هم تصفیه آنی را گفتیم که در تصفیه آنی دارایی ها، دیون و طلبات که است در یک فاصله زمانی کوتاه مورد مطالعه قرار می گیره و همچنان زودتر یا در فاصله زمانی کوتاه که است تصفیه می شه. ولی در تصفیه تدریجی ما شما رویش تصفیه تدریجی که امروز مورد مطالعه قرار میدیم یا عنوان درس امروزی ما شما هست، رویش تصفیه تدریجی زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که عملیات اجرایی تصفیه از جمله فروش دارایی ها و حصول مطالبات یا طلبات به تدریج و طی چند مرحله و در مدت زمانی طولانی صورت میگیرد. در این رویش سود یا زیان ناشی از فروش دارایی ها یا حصول مطالبات و همچنین مبالغ پرداختی بابت هزینه های تصفیه مستقیما به حساب شرکا به نسبت تقسیم سود زیان مقرر در شرکت نامه منظور می شود و در هر مرحله معمولا وجوه نقد موجود در شرکت پس از کسری مانده بدیهی ها پرداخت نشده و ذخیره احتمالی برای هزینه‌های تصفیه بین شرکا توزیع می شود. نحوه عمل حسابداری در رویش تصفیه تدریجی به شرح زیر است. یعنی در تصفیه تدریجی طوری است که طلبات فروش دارایی ها و حصول طلبات که است یک مدت زمان زیاد را در بر میگیره، ممکن است مدت 3 ماه را، ممکن است مدت 6 ماه را، کمتر یا زیادتر در بر میگیره. بناً در این حالت که است سود و زیان ناشی از فروش دارایی ها یا حصول طلبات و همچنان مبالغ پرداختی بابت هزینه های تصفیه مستقیما به حساب سرمایه شرکا منظور می شود و در هر مرحله ای که سود و زیان ناشی از دارایی ها و یا حصول مطالبات که صورت می گیره، در اینجا ما باقی مانده یا مازاد حسابات را یا وجه نقد را مکمل بین شرکا در هر دوره که ما تصفیه میکنیم وجه نقد مکمل بین شرکا توزیع نمیشه، به خاطر که ما در دوره بعدی هم باید آمادگی به خاطر زیان ناشی از فروش دارایی ها و یا همچنان طلباتی که مشکوک است که به دست نمیاد و همچنان زیانی که از او موارد میکنیم و یا همچنان موارد زیان دیگه که چی که است مصارفی که ما در مورد مصارفی که در مورد تصفیه داریم یا هیئت را تعیین میکنیم به خاطر تصفیه اونها از خود مصارف داره که باید مصارف های از اینا مد نظر گرفته شود و همه خاطر هست که در هر دوره پول نقد بین تمام شرکا توزیع نمیشه. و در رویش تصفیه تدریجی ما رویش تصفیه تدریجی تقریبا مشابه به رویش تصفیه آنی هست که چندین مرحله داره. ما این مراحل را که است هر کدام میشه به صورت جداگانه ای را مورد مطالعه قرار میدیم. اول شماره بستن حساب های جاری برداشت و وام شرکا. مانده حساب های شخصی هر شریک مانند حساب جاری برداشت و وام به حساب سرمایه و منتقل گردیده و این حساب ها در دفاتر بسته می شود. بدیهی است که ثبت بستن هر حساب با توجه به ماهیت آن صورت می گیرد. به عنوان مثال اگر حساب جاری شریک کردیت باشد، آن حساب دیبیت و حساب سرمایه کردیت می شود و بالعکس. یعنی زمانی که ما بستن حسابات جاری و یا برداشت و وام شرکا را مد نظر میگیریم، هر شریکی که دارای حساب برداشت و جاری و وام باشه، در این حالت که است ما اینا را بسته میکنیم و این زمانی که ثبت میکنیم در حساب به حساب شرکای را منتقل میکنیم و همچنان در زمان ثبت
ما این حسابات را با توجه به ماهیتش مد نظر میگیریم. فرض کنیم اگر حساب جاری دیبت باشه، در این حالت که است اگر حساب جاری شریک فرض کنیم دیبت باشه، یک است به حساب سرمایه که است، بعد چی میشه؟ به حساب سرمایه یک است دیبت میشه و از حساب جاری که است کردیت میشه. یا فرض مثال اگر ما مد نظر بگیریم که حساب جاری شریک کردیت باشد، آن حساب دیبت و حساب سرمایه کردیت میشه و بالعکسش. بستن حسابهای اندوخته عمومی و سودی تقسیم نشده است موارد دومش است که در عملیات تصفیه تدریجی مد نظر گرفته میشه. مانده حسابهای اندوخته عمومی و سودی تقسیم نشده در صورت وجود به حساب سرمایه شرکا انتقال می یابد. بدین ترتیب که حساب مذکور به تبیت شده، حساب سرمایه شرکا به نسبت تقسیم سود زیان مقرر در شرکت نامه کردیت می شود. یعنی اگر شرکت تضامنی دارای اندوخته عمومی و سودی تقسیم نشده باشد، مانده حسابهای اندوخته و عمومی و سود تقسیم نشده که است به اساس نسبت هایی که در قراردادنامه شرکت ذکر است این بین شرکا تقسیم میشه و این حساب که است به حساب سرمایه شرکا انتقال می یابد. به این ترتیب که حساب مذکور حساب اندوخته عمومی یا حساب سود تقسیم نشده که است دیبت میشه و حساب سرمایه شرکا که است کردیت میشه. سوم، فروش دارایی ها و حصول مطالبات است یا حصول طلبات است. در زمان فروش هر یک از اقلام دارایی یا هنگام حصول مطالبات، حساب وجوه نقد معادل قیمت فروش یا میزان مبلغ دریافت شده دیبت گردیده و حساب دارایی مربوطه کردیت می شود. در ضمن حساب های دارایی کاهش نظیر استهلاک انباشت، دارایی های ثابت و ذخیره مطالبات مشکوک الحصول نیز همزمان با فروش دارایی و یا حصول مطالبات بسته می شود. چنانچه در جریان عملیات تصفیه برخی از اقلام دارایی به یک از شرکا واگذار شد، به جای حساب وجوه نقد حساب سرمایه آن شریک بدهکار می شود. یعنی ما فروش دارایی ها و حصول مطالبات را مد نظر می گیریم که در زمان فروش هر یک از اقلام دارایی و یا همچنان هنگام حصول مطالبات می تواند که به پول نقد تبدیل شود. بنابراین مبلغی که به دست میآید، مبلغی که از فروش دارایی ها به دست میآید و یا از مطالبات به دست میآید، این به حساب کسه چی میشه؟ افزود میشود. از حساب دارایی فرض کنیم اگر دارایی ساختمان است، اگر تجهیزات است، مبلغی که ما به فروش میرسانیم به حساب هنمو دارایی مربوطه که است کردیت میشه. ما بالتفاوت از اینا که است به حساب چی میره؟ به حساب سود و زیان میره و همچنان ما اینجا حساب سود و زیان هم تشکیل میدیم. در صورت که یک دارایی را ما مد نظر داشته باشیم که او دو استهلاک هم مد نظر گرفته شده باشه و یا طلبات مشکوک الحصول باشه، بنابراین این موارد را ما در زمان تصفیه هر یک از اینها که است ما این را مد نظر میگیریم. چهارم، بازپرداخت بدیهی هاست. پس از فروش دارایی ها و حصول مطالبات از محل وجوهی به دست آمده، بدیهی های شرکت بازپرداخت کرده و بدین ترتیب حساب بدیهی ها نیز بسته می شود. چنانچه هنگام تصفیه بازپرداخت یک بدیهی از طرف یک از شرکا تقبل شود، حساب بدهی مربوط به دکار و حساب سرمایه آن شریک کردیت می شود. یعنی ما زمانی که بدهی های شرکت زمانی که ما پرداخت می کنیم، پس از اینکه ما دارایی های خود را به فروش می رسانیم، مطالبات خود را حصول می کنیم، از محلی که وجوهی که به دست آمده یا وجوه نقدی که به دست آمده، ما بدهی های شرکت باز پرداخت می کنیم. بدین ترتیب که از حساب های بدهی بسته می شه، چنانچه هنگام تصفیه باز پرداخت یک بدهی از طرف یک شرکا تقبل شود، حساب بدهی مربوطه به دهکار بشه و حساب سرمایه آن شریک کردیت می شود. پنجم، ثبت هزینه های تصفیه است. چنانچه در طول دوران تصفیه شرکت متحمل هزینه شود، هزینه مصرف شود، این هزینه مستقیما به حساب سرمایه شرکا دیبت گردیده و حساب وجوه نقد کردیت می شود. در صورتی که یک شرکا پرداخت هزینه تصفیه را قبول نماید، به جای حساب وجوه نقد حساب سرمایه شریک چی میشه؟ کردیت میشه. یعنی ما زمانی که در پروسه تصفیه، زمانی که ما مصارفی که به وجود میاد، این مصارفات را هم ما باید مد نظر بگیریم. این مصارفات را ما مستقیما این مصارفات که به حساب سرمایه شرکا مد نظر چی میشه؟ انتقال پیدا میکنه. زمانی که از حساب سرمایه شرکا که کردیت میشه و به حساب هزینه تصفیه که است دیبت میشه، در صورتی که یک شرکا مصارف به عهده بگیره یا به عهده داشته باشد، او حالت که است از حساب سرمایه شریک مشخص چی میشه؟ این مبلغ کردیت میشه.
پنج چهار مورد دیگر که داریم بعد از این مورد ششم است که تقسیم وجوه نقد بین شرکا است. شماره زیر ما میبینیم که شمارش اشتباه است، ششم است. و در روش تصفیه تدریجی با توجه به طولانی بودن دوره تصفیه معمولا وجوه حاصل از فروش تدریجی دارایی ها پس از کسری بدیهی های پرداخت نشده و ذخیره احتمالی برای هزینه تصفیه بین شرکا تقسیم شد. برای ثبت این رویداد حساب سرمایه شرکا دبیت و حساب وجوه نقد چی میشه؟ کردیت میشه. مورد ششم که است، در روش تصفیه تدریجی با توجه به طولانی بودن دوره تصفیه معمولا وجوه حاصل از فروش ترم پس از کسر بدیها پرداخت نشده و ذخیره احتمالی برای هزینه های تصفیه هم بین شرکا چی میشود؟ تقسیم میشود. و دیگه ما شما تقسیم وجوه نقد بین شرکا را در تصفیه تدریجی داریم. در تصفیه تدریجی در هر مرحله که بخشی از دارایی های غیر نقد به وجه نقد تبدیل می شود، وجه نقد مازاد مانده وجه نقد پس از کسر مانده بدیهی ها و ذخیره احتمالی برای هزینه تصفیه بین شرکا تقسیم می شود. با توجه به این که هنگام تقسیم این وجوه سود یا زیان قطعی تصفیه نامشخص می باشد، لذا در تعیین میزان وجوه قابل تقسیم بین شرکا باید دقت کافی به عمل آورد، به گونه ای که مانده حساب های سر ما شرکا در مقاطع مختلف برای جذب هر گونه زیان احتمالی در مراحل بعدی کافی باشد تا زیان متوجه قرض دهندگان و اعتبار دهندگان نشود. بنابراین در تقسیم وجوه نقد بین شرکا ضمن در نظر گرفتن وجه نقد کافی جهت تصفیه بدهی های شرکت و همچنین هزینه های احتمالی تصفیه موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد. یعنی ما در تصفیه تدریجی زمانی که وجوه نقد را ما در زمانی که شرکت تضامنی زمانی که انحلال میشه یا تصفیه میشه، این در تصفیه تدریجی زمان زیاد یا مدت زمان زیاد را در بر میگیره. زمان ما که دارایی ها را به فروش میرسانیم و طلبات را حصول میکنیم، این دارایی هایی را که ما به فروش میرسانیم و طلبات را که حصول میکنیم، وجوه نقدی که از طلبات و یا همچنان فروش دارایی ها به دست میآید، در این حالت که مکمل به این شرکا تقسیم نمیشه، بلکه یک ذخیره احتیاطی مد نظر گرفته میشه. کی ذخیره احتیاطی به خاطر پرداخت دیون است، زیان احتمالی از فروش دارایی ها هست و یا همچنان هزینه های احتمالی است که در پروسه تصفیه به وجود میاد. تمام از این موارد که است باید در تصفیه تدریجی باید اینها مد نظر گرفته شود. و ما در تصفیه وجوه نقد بین شرکا در تصفیه تدریجی چند مرحله داره که مراحل ما همچنان اینجا مد نظر میگیریم. مرحله اول فرض می شود بقیه دارایی های غیر نقد باقی مانده فاقد ارزش می باشد و این زیان احتمالی به نسبت تقسیم سود زیان به حساب سرمایه شرکا منظور می شود. همچنین هزینه های تصفیه پیش بینی شده و سایر بدیهی های احتمالی نیز به همین ترتیب صرف کاهش سرمایه شرکا می شود. فرض می کنیم در یک پروسه در پروسه تصفیه که از دارایی های غیر نقده دارایی های غیر نقده باقی مانده فاقد ارزش میشه، یعنی دارایی ارزش نمیشه، بنابراین زیان احتمالی از فروش دارایی ها به وجود میاد یا زیان به وجود میاد. وقتی که زمانی که زیان به وجود آمد، این زیان به وجود آمده که است با در نظر داشت نسبت هایی که هر شریک در تقسیم مفاد و ضرر در شرکت تضامنی هستن، بنابراین این چی که است زیانی که ناشی از فروش دارایی ها به وجود آمده بین از اونها به همان نسبت تقسیم میشه. دومش که است پس از انتقال زیان احتمالی به حساب سرمایه شرکا، در صورتی که مانده سرمایه کل شرکا کردیت باشد، مانده سرمایه هر شریک بیانگر سهم وی از وجه نقد مازاد می باشد که باید بین آنها تقسیم شود. و به در صورتی که مانده سرمایه برخی از شرکا بدهکار باشد، فرض می شود که شریک بدهکار قادر به بدهی خود به پرداخت بدهی خود نمی باشد، لذا مانده سرمایه دیبت وی به نسبت تقسیم سود زیان بین بقیه شرکا تقسیم شد. حالا مانده سرمایه شرکا بنگر سهم هر شریک از وجه نقد مازاد می باشد که باید بین آنها تقسیم شد. یعنی به این مفهوم است که ما در صورتی که دارایی ها را به فروش دارایی ها را زمانی که ما داشته باشیم و این دارایی ها که است دارایی های یک شرکت تضامنی به فروش نرسه و این یک ضرر احتمالی است که بین شرکا به نسبت سهمش تقسیم میشه، اگر ما زمانی که این ضرر را تقسیم میکنیم و سرمایه هر یک از شرکا کردیت است، این نشان دهنده ازی است نشان کرد زمانی که کردیت میشه سهم هر شریک سهم باقی مانده هر شریک است و زمانی که ما زیان های احتمالی را از فروش از ناشی از فروش دارایی ها را زمانی که ما این را مد نظر میگیریم و
در آخر اگر از حساب ویر اگر از حساب هر یک از شرکا از حساب سرمایه هر یک از شرکا زمانی که ما ایره تفریق میکنیم اگر حساب یک شریک دی بیت شوه در این حالت که است اونمو شریک مذکور که است از شرکت قرضدار میشه و یا همچنان او شریک که است دیگر که است سرمایه یعنی سرمایه زو در حقیقت در شرکت صفر شده سهم سرمایه زو بناهن زیان از رو کس بین دو شریک دیگه چی میشه با نسبت های مشخصش توزیع میشه. سوم مراحل اول دو هر بار که بخش از دارایی های شرکت به فروش رسیده و یا مطالبات شرکت حصول میشه تکرار میشه و تا پس از آخرین پرداخت سهم واقعی هر یک از شرکا از سود یا زیان حاصل شده به دست آید. که ما هر یک گرزی موارد تصفیه تدریجی مراحلش که کدام مراحل ها را ما مد نظر می گرفتیم و همچنان تقسیم وجوه نقد بین شرکا را که ما در اینجا به شکل تئوری ذکر کردیم این در درس بعدی ما توسط یک مثال این را واضح می سازیم. و من الله توفیق تشکر از توجهتان.